درود بر شما. برنامه سوم هر روز به گوشه رو تقدیم میکنم. امروز به گوشه گشایش آواز در ماهور میپردازیم. خب ما قصد نداریم که وارد بحثای تئوری که ارتباط گوشه با تئوری دستگاه بشین، برای همین مواردی مثل تتراکورد ها، تریکورد ها، گستره صوتی، ایست ها، با اینا خیلی کار نداریم، یعنی وارد بحث اون نمیشیم چون بحث خیلی زمان یعنی گسترده میشه. برای همین بیشتر تکنیک های اجرایی ما در واقع فعلا فوکوسمون هست، اما یه اشارات مختصری هم به مبانی تئوریک در حد آشنایی مختصر میکنیم. خب این بسیاری بعضی از ردیفدان ها مانند استاد محمد رضا لطفی اعتقادشون بر اینه که در واقع این گوشه دا اون گشایش این در واقع درآمد ماهور بوده و درآمد بنفشه یعنی درآمد فعلی ماهور بعداً توسط میرزا عبدالله بهش اضافه شده و توجیهات تئوریکی هم در ارتباط با دستگاه دارم. ولی به هر حال یک مد دو قراره هست، یعنی کلاً یک قرار دادی داره به این شکل، یک قرار درآمدی داره. به عنوان ملودی تیپ مختصر من زدم، خود این ملودی ها نیست توی چیز، ولی یک قرار در اینجا داریم که در مثلا لرستان همچنان این به عنوان این گوشه خیلی استفاده میشه. یه شنی جور و جعفا آخ دار یه دارا که همونطور گفتم سالوتون متقید بود این در واقع شروع درآمد ماهور هست، بخاطر اون پیشتانگ درآمد بنفشه داره و اون سیبه کاری که اونجا داره متقید بودن ماهور سیش به مله. حالا میگم وارد این بحثای تاریخ نخواهیم شد، ولی به هر حال این دو قرار رو داشته باشیم. جمله اول که مقدمه شبیه پنج مویه است، در اکسنت هایی باید دقت کنیم. دام دار دار دام 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 بام بام بابام دادی دام دادی دام دادی دام بام. این اکسنت های رایت شد به این شکل. خب اینجا من ریزا رو در این وسط میارم پایین که این اکسنت ها میزنه بیرون، و اگه بخواب بزنم هر چقدر هم ریز شمرده باشه شفاف زده بشه بزن این ما این اکسنت ها مات، برای همین باید این ریزا رو بیارید پایین با داینامیکی. حالا همین ما همین فیگور روی قرار بعدی راست راست چپ حبیبم عزیزم. دادا 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 دا. خب نشه این نیست، اینه دومی که اینجا هست تو داشته باشین، روش برخواهم گشت، نکته مهمی توش هست. دوباره همون حاله
راست چپ راست 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 چپ راست 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 راست. خب همه تحریرهایی که به نوتای مؤکد ختم میشن خب باید حتما کنشونده باشن، چون تأکید فقط داینامیک نیست، تأکید در واقع ارزش زمانی جمله نوت هم هست و ارزش زمانی نوت خب با فاصله‌ای که نسبت به نوت قبلی و بعدی داره هم تعیین میشه. یعنی در واقع دو نوت آخر این فاصله شون به هم تأکید رو نوت دوم زیاد میکنه، به خاطر همین باید تحریر به مرور کنشه تا این فاصله ها به مرور زیاد شن تا اون نوت آخر که میاد خب مؤکد شنیده بشه. اونجا که گفتم به اون ری دوم کار برمیگردیم به خاطر این بود، چون کل تحریر فضاش تون شونده بود، یعنی اینجا که خب میشد خب دارم یا خب این و این تأکید کم بود، یه ری دیگه هم بعدش میزد که تأکیده مؤکد کنه، ولی در اینجا از اون یکی در واقع تمهید استفاده کرد باید کرد، یعنی تحریر رو باید کند کرد، از تون شروع کنید نشه این دیگه تأکیدی نداره و هر سرعت زدنی خب در واقع میبینید که مکانی نداره از اعراب. میبینید اینجا باید بشه با راست چپ راست 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 اونتا بینش رو چپ انداختم مثل تریل زدم، خود استاد برومن اونو با همه با راست و چپ، یعنی راست چپ راست، ولی باز همون نظامه. دا نمیگه دا 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 که برای اینکه اون حمله هم شنیده بشه تمام آخرش هم کند کنی، مزراب اولشون دو را به راست میزنن و مزراب دوم حتما چپ میفته، که این در واقع برای این هم این حالت رو ایجاد میکنه به این شکل. اون میگه که راست بام راست راست بام راست راست چپ راست راست چپ، یا این یا دو راست چپ یا ترکیب هر دوش. خب تا فردا و گوشه داد و مقدمه داد و گوشه داد، شاد و سرفراز آزاد باشید.